در برنامه معرفی فیلم این هفته نگاهی خواهیم داشت به فیلم سایبان از تولیدات ژرف وزارت مقابله با فتنه یا همان اطلاعات. در یک سکانس بازجویی با فتنگری مواجه می شویم که اولین خصوصیت یک فتنگر را دارد و آن هم تسلط به زبان انگلیسی است. واقعا می خواستی بخوریش؟ Speak English, please. عجب، از فارسی بلد نیستی. اما این فتنه پرور با وجود تمام پیچیدگی‌هایش تحت تأثیر فضای فیلم و منویات کارگردان قرار می‌گیرد و به سرعت در هم می‌شکند و همه چیز را لو می‌دهد. می‌خوام بدونم چی کاره ای؟ من و 4 نفر دیگه 3 سال توی اشرف دوره می‌بینیم. پس یکی از شما 5 تا هنوز اونطوره. یه جوان نیمه وجبی که یه لشکر گذاشته سر کار. بله، به این ترتیب یک نیم وجبی اقتدار نظام جمهوری اسلامی را سوراخ سوراخ می کند و شخصیت‌های لشکری و کشوری را سر یک انگشت می چرخاند. ای امان از فتنه که نفس مقام عظما را گرفت. فیلم از آنجا شروع می شود که یک جوان فتنگر در جریان اغتشاشات خیابانی سال 88 گلوله می‌خورد و توسط برادر و دوستان فتنه‌گرش به بیمارستان منتقل می‌شود. چی شده؟ زخمی شده خانم. دارم میبینم چی شده که زخمی شده. داشتیم تو پارک بازی میکردیم، حواسم بهش نبود، یهو تیر خورد. عجب. وای مردیم از خنده. اینا فتنه‌گرن یا گوله نمک؟ حالا همزمان با اینها برادران بسیجی هم نعش یک لباس شخصی کتک خورده را به بیمارستان میآورند. چه تصادفی. حالا برخورد فتنه‌گرا رو دیدید؟ برخورد ارزشی برادران بسیجی رو هم ببینید. خب حالا شما اوج درامو داشته باش. بسیجی باشه، فتنه‌گرم باشه، پرسنل غیور بیمارستانم باشه، یه کارگردان وزارتی هم باشه، چه شود؟ ببین خانم دکتر، برادر من زودتر اومده، پس باید زودتر به اتاق من. خیلی جالبه، صف نونوایی که کی شریف باش، حاجا شریف باش شما لطفا. بنا به تشخیص پزشکی ایشون شرایط بدتری دارن. برادر شما میره اتاق عمل، نگران نباشید. ببخشید خانم دکتر، شرمنده، ولی اصلا حواسمون نبود که آقازاده‌ها همیشه مقدم‌ترن. چی شده؟ همیشه همین جوریه بابا. صف کوپن و بدبختیاش واسه ماست، اشغالش واسه اخویا. آقا فرید، می‌دونی چیه داداش من؟ فکر کنم ایشون تهدید شده، اونم از نوع درگوشی. نه، چه معنی میده اصلا؟ هیچ چی نگو شما. آقا حاجی، اینا هر چی دلشون می‌خواد بگن، ما همینجوری نگاهشو باید ساکت باشیم. ان الله مع الصابرین. امین جان، صبور باش. بله دیگه، وقتی اخوی فتنه‌گرا رو نمی‌فرستی اتاق عمل، کارگردان مجبور میشه طرفو بکشه، بندازه گردن بسیجی‌های مخلص و ولایی. و این آغاز اکشن مقوایی است. مهداد مرد. چی شده؟ مهداد مرد. تو شعر رو بر میگی؟ آخه مهرداد فتنه‌گر شروبرگو مرد تا کارگردان جریان فتنه را روی آن سوار کند و به جان مقام عظمای ولایت بیاندازد. به قول امام راحل، این فتنه‌گرا خودشون رو میکشند، میندازن گردن نظام. ببینید چی شده خانم دکتر اینجا؟ چه خبره؟ یا کردید اینجا هرکی به هرکی که هر کار خواستید بکنید؟ بریم بیرون. اگه نرم چی کار میکنی؟ ببین اعصابم به اندازه کافی در داغون هست، میگم بریم بیرون. آقا شما کاری نداریم. آقا من جواب سوالا میخوام. آقا بریم بیرون. چرا نه سوالا بریم؟ آقا احترام خودت رو یاد بگیر. اگه نرم چی کار میکنی؟ اگه نرم
اومدم نمیتونی کاری داشته باشی، ولی شما زدین رفیق ما رو به این حال رو انداخت. ببین این جوونی که الان میبینی جمجمه‌اش رو در این شکوندین، این یه کلیه نداره، تیر مستقیم خورده. حاج آقا میخواد خسارتش هم ما به شما بدیم. بگم میشه برادر، ابتدا تا منتهی الی جملات ما رو بشنو، عنایتاً بعد متلجه. این تو سیستان و بلوچستان به خاطر امنیت شماها با یه ماش قاچاقچی درگیر شده، گلوله مستقیم خورده، یه کلیه‌اش هم از دست داده. حاج آقا ما اومدیم راهپیمایی سکوت برگزار کردیم، هیچکی به حرفمون گوش نداد. گری نمیدونه چی حاجی جون، یه نامزدشون رأی نیاورده، زور داره بهش. خوشگله، همه میدونن کاندید ما رأی آورد، رأی‌هاش شمرده نشه. شما خودت گول نزن. اصلا از این که خوشگله لفظ قشنگی نیست. تو با من که شایانه اینه که شما خوشگل‌تر از ایشون هستید. الان اصلا مشکل ما رأی رأیگیری نیست، خوشگله. ما با اصل قضايا مشکل داریم. اینو بگو. شما با اصل داستان مشکل دارید. بله، کارگردان با این دیالوگ‌های سورئال در واقع اشاره ظریفی دارد به شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه که بابای صاحب بچه را در آورد. این گونه است که با یک شعار تظاهرات سکوت به یک گروگانگیری مسلحانه تبدیل می شود. دیری دیریم. اجازه بده چیکار کنه این؟ اولا ببین یه چیزی رو بهت بگم، مملکت با ماست، هیچ غلطی هم نمیتونه بکنه. حالا هی بری تو کوچه خیابون اربده بذارید پنجره‌تون رو پاره کنید. آره بابا.